اشکان بیشتر بشنویم از تو، از تازه ترین ها. میدونم صبح رو با خبرهای نشندان خوبی آغاز کردی، بیشتر از تو بشنویم. من ساعت 4:40 بود، 4:30 بود از خواب بیدار شدم، بعدش دوباره گرفتم خوابیدم، خبرها رو دیدم، خبری نبود، ولی گویا 5 دقیقه دیرتر اگر بیدار می شدم خبرهای بیشتری رو داشتم. به این صورت هست، بر اساس اون چیزی که ما می دونیم، از جمله مثلا در روزنامه نیویورک تایمز هم منتشر شده، ارتش اسرائیل بر اساس اطلاعاتی که دریافت میکنه به این نتیجه میرسه که رأس ساعت 5 بامداد به وقت محلی، یعنی 2:40 پیش، حزب الله قصد داشته که یک حمله گسترده‌ای رو به سمت اسرائیل انجام بده. به همین دلیل هم دقیقاً 4:45 اسرائیل هست که حمله پیشگیرانه‌ای رو انجام میده در خاک لبنان. ده‌ها یا بر اساس برخی گزارش‌ها صدها هدف در جنوب لبنان رو ارتش اسرائیل میزنه که بخش بزرگی از اونها در واقع پرتابگرهای راکت‌هایی بودند که به سمت راکت‌های در واقع دوربردتری بودند که به سمت تل‌آویو یا منطقه تل‌آویو نشانه‌گیری شده بودند. یک مقام اسرائیلی رو کانال 11 از قولش گفته که ارتش اسرائیل جلوی حمله به اهداف استراتژیک رو در مرکز اسرائیل گرفته با این حمله ای که انجام داده. بعد از اون هست که حزب الله لبنان بر اساس بیانیه‌ای که خودشون دادند 320 راکت و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک میکنن. بعد گفت علارغم اینکه حزب الله میگه مرحله اول پاسخ ما تمام شده، همچنان در همین دقایق هم آژیر خطر در برخی از شهرهای شمالی اسرائیل داره به صدا در میاد. باید گفت که جنوبی ترین نقطه‌ای که آژیر خطر در اون به صدا در اومده در این حملاتی که انجام شده از ساعت 5 تا الان، شهر عکا بوده که شنیدن صدای آژیر خطر در اون اگرچه در واقع به زیاد اتفاق نیفتاده در طول 10-11 ماه گذشته، اما بارها رخ داده و تنها زخمی هم که تا الان مقامات اسرائیلی در واقع گفتند که این حملات داشته، یک خانومی بوده در همین شهر عکا که به صورت سطحی زخمی شده در اثر در واقع این حملات. این در حالی هست که حزب الله از اون طرف میگه که نه لزوما با راکت‌هاش، بلکه با پهپادهایی که شلیک کرده به سمت به گفته خودش پادگان‌های ارتش اسرائیل، در واقع اونطور انتقامش رو گرفته و اونطور تونسته خسارت وارد کنه. هنوز در این مورد ما از سوی مقامات اسرائیلی واکنشی نداشتیم. باید گفت که در طول همین دقایقی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم، به نظر میاد که کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داده. از ساعتی قبل از اون هم وزیر دفاع و خود نخست وزیر در ساختمان وزارت دفاع حضور داشتن و شرایط رو زیر نظر داشتن. در آن سوی آبها هم کاخ سفید البته گفته که جو بایدن هم شرایط رو داره کنترل میکنه، در حالی که این در واقع درگیری به یک نقطه جدیدی رسیده امروز. اما همچنان مثلا کانال 12 تلویزیون اسرائیل دقایق پیش از قول یکی از مقامات این کشور گفت که اسرائیل هنوز هم علاقه ای به یک جنگ تمام عیار با حزب الله و با لبنان نداره. باید گفت ساعت همون 5 وقتی که تمام این اتفاقات آغاز شد، اسرائیل حریم هواییش بسته شد، تمام پروازها در فرودگاه بن گوریون لغو شد. اما تقریبا 40 دقیقه پیش بود، ساعت 7 که حریم هوایی باز شد و پروازها از سر گرفته شدن، البته با تأخیری که تمام این شرایط ایجاد کرده. شرایط اضطراری رو هم باید گفت که در واقع در بخش بزرگی از خاک اسرائیل اعلام شده. به صورت مشخص اگر بخوایم بگیم، از منطقه یا اون استان گوشدان که تل‌آویو و تمام شهرهای اطراف اون در اون هستند، به سمت شمال در واقع شرایط هشدار هست، به این شکل که تجمع بیش از 30 نفر در فضای باز ممنوعه و تجمع بیش از 300 نفر در فضای سربسته هم ممنوع هست. دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در شمال اسرائیل عمدتاً در واقع امروز اعلام کردند که تعطیل هستند. اگر امتحانی بوده، امتحانات هم لغو میشه. این شامل دانشگاه‌های بزرگی مثل دانشگاه حیفا و تکنیون در شهر
حیفا میشه و همچنین کالج ها و در واقع مراکز آموزش عالی کوچکتر در سرتاسر منطقه شمال اسرائیل. باید گفت که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در ساعات گذشته با همتای آمریکایی خودش لوید آستین صحبت کرده در زمینه همین حمله پیشگیرانه اسرائیل در لبنان و شرایط در شمال کشور. از اون طرف ما باید گفت که شاهد این بودیم که در طول یک ساعت گذشته بسیاری از شخصیت‌های اپوزیسیون پارلمانی در اسرائیل از یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون پارلمانی گرفته تا بنی گنتس که خودش تا همین 3-4 ماه پیش در کابینه جنگ اسرائیل هم حضور داشت، اعلام کردند که از دولت در زمینه جنگ با حزب الله به طور کامل حمایت میکنه. اینها چیزهایی هست که الان داره اتفاق میفته. فقط این رو هم بگم که در کنارش وزیر خارجه اسرائیل هم اعلام شده که در طول یک ساعت گذشته با ده ها نفر از در واقع وزیران خارجه کشورهای منطقه و همچنین کشورهای شریک اسرائیل، متحد اسرائیل در غرب و شرق صحبت کرده در این زمین. محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از پایتخت ایالات متحده با ما همراه شدن. آقای قائدی، اسرائیل همونطور که پیشتر هم گفته بود پیش از آغاز حمله حزب الله به پایگاه این گروه حمله کرد. آیا در آغاز وقوع یک جنگ بزرگ هستیم؟ درود به شما مخاطبین برنامه. من منابع رو که میخوندم، منابع نزدیک به حزب الله دارن تلاش میکنن که این گونه القا کنن که در واقع حزب الله فاز اول عملیاتش رو انجام داده، با این هدف که بعد از پرتاب این در واقع راکت های کاتیوشا و مرحله دوم پهپاد خواهد بود، در واقع موشک های گنبد آهنی رو تموم کنه برای اینکه به سراغ این بره که موشک های بالستیک نقطه زن استفاده کنه. خب این روایت چند ایراد داره. ایراد اول این است که اساسا گنبد آهنی بیش از 1100 در واقع پرتابه داره، امکان هدف قرار دادن 1100 تا در واقع راکت کاتیوشا رو داره، در حالی که پرتاب های حزب الله در مرحله اول بیش از 320 عدد بر اساس گزارش خودشون نبوده. و دو اینکه اساسا برای مقابله با موشک های بالستیک اسرائیل از سامانه های دیگه مثل فلاخن داوود و پیکان استفاده میکنه که خود فلاخن داوود هم بیش از 1100 موشک میتونه شلیک کنه. بنابراین من فکر میکنم در این مرحله حزب الله با توجه به دو موضوع دیگه، من فکر میکنم بیشتر در تلاش برای آبروداری بوده. اول اینکه اعلام کرده که این موضوع در پاسخ به خونخواهی فؤاد شکر و حمله اسرائیل به بیروت هست، و در واقع اینکه گروه‌های مقاومت دیگه با حزب الله همراهی گسترده نکردن نشون میده که احتمالاً حمله گسترده‌ای در آینده در کار نخواهد بود. و دو اینکه مذاکرات در واقع در قاهره داره انجام میشه. این بار حماس برخلاف مذاکرات دوحه مذاکره کننده ها رو به قاهره فرستاده و مذاکرات در جریانه. من فکر نمی کنم حزب الله تمایل داشته باشه وزن مذاکرات رو از روی دوش آقای نتانیاهو برداره و باعث ایجاد یک انسجام در درون جامعه اسرائیل و اجماع در میان سیاستمداران اسرائیل بشه. من فکر میکنم و پیشبینی میکنم که حملات گسترده نخواهد بود و منطقه در آغاز یک جنگ گسترده هنوز قرار نداره. همزمان میدونیم که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در سفری اعلام نشده به منطقه رفته. میدونیم آمریکا تجهیزات نظامیش رو هم همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه مستقر کرده. اگر فرض رو بر این بذاریم که این درگیری‌ها ادامه پیدا بکنه، باید منتظر باشیم که آمریکا مداخله‌ای بکنه در این درگیری؟ آمریکا حتما مداخله به نفع اسرائیل خواهد کرد. اینکه این مداخله چقدر آفند باشه یا پدافند باشه، چیزی که من فکر میکنم وزن بیشترش با در واقع پدافند باشه، مشابه حمله‌ای که ایران در بار قبل به اسرائیل انجام داد. یک بخش بزرگی از رهگیری موشک‌ها در خاک اردن توسط در واقع نیروهای آمریکایی و تجهیزات آمریکایی انجام شد. البته که آمریکا سه کار رو داره انجام میده. یکی اینکه آرایش نیروهاش رو داره تغییر میده، هم در مدیترانه هم در واقع دریای سرخ و خلیج عمان. و دو اینکه تجهیزات جدید داره به منطقه میاره. این تجهیزات
یک بخش بزرگیش پدافنده، مثل موشک‌هایی که برای دفاع از پایگاه‌های آمریکایی هست، اما یک بخشی از اینها مثل هواپیمای F-35 میتونه کاربرد آفندی هم داشته باشه، رادارگریز باشه. قبلا علیه ایران این هواپیما یک بار توسط اسرائیل دست کم استفاده شده و ممکنه دوباره هم استفاده بشه، اما من فکر میکنم تلاش آمریکایی ها اینه که وزن بیشتری به دیپلماسی بدن، هم به شکل پنهان در روزهای گذشته از طریق قطر، عمان، عراق و در واقع سوئیس با مقامات ایرانی در ارتباط بودن، و هم صحبتی که آقای جان کروی در روزهای گذشته کرد این بود که دارن تلاش میکنن که هر طور شده دست کم اون 6 هفته یا 42 روز رو که در واقع آتش بس موقت قرار بین حماس و اسرائیل، اگر که دو طرف به توافق نهایی برسن، انجام بشه، برگزار بشه، و آمریکایی ها این امید رو دارن که این منجر به یک تنش گستره تر در منطقه نشه، اما اگر بشه حتما در کنار نیروهای اسرائیلی حضور خواهند داشت. ارتش اسرائیل اعلام کرده که به هر کجا که تهدید بشیم به اونجا حمله میکنیم. آیا این سخنان تهدیدی برای جمهوری اسلامی است؟ با درود به شما بانو کیانی گرامی و مردم عزیز ایران، کاملا این گونه هست و جمهوری اسلامی به نظر من اصلا نبایستی در این مسئله شکی داشته باشه که هر گونه حمله‌ای، چه خودش چه نیروهای نیابتیش که حزب الله یکی از بزرگترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هست، بر علیه اسرائیل انجام بدن، نه فقط اسرائیل با اونها مقابله و مبارزه خواهد کرد، بلکه ایالات متحده و حتی سایر متحدانش هم در منطقه به یاری اسرائیل خواهند آمد و هیچ گونه شک و شبهه‌ای در این مسئله وجود نداره. الان هم ما می‌بینیم با اینکه حزب الله این حملات رو شروع کرده، اما اسرائیل ساعتی پیش از اون حملات پیشگیرانه‌ای رو انجام داده و خواسته که حداقل به حزب الله و جمهوری اسلامی نشون بده که این گونه رفتار خصمانه یا این موشک پراکنی ها راه به جایی نخواهد برد. و ضمناً این رو هم ما میدونیم که هم جمهوری اسلامی هم حزب الله اعلام کردند که اگر در زمینه آتش بس میان حماس و اسرائیل به نتیجه ای برسند، خود اینها هر گونه آتش پراکنی رو متوقف خواهند کرد. پیشتر گزارش های منتشر شده بود که در صورت حمله حزب الله به تل آویو، اسرائیل به بیروت حمله خواهد کرد. چقدر محتمل میدونید که یک همچین اتفاقی بیفته و اون موقع بعد منتظر وقوع یک جنگ بزرگ باشیم؟ اون موقع باید منتظر وقوع یک جنگ بزرگ باشیم، ولی من فکر نمی کنم که به اونجا خاتمه پیدا بکنه، به این جهت که حزب الله و جمهوری اسلامی میدونن که اگر دست به یک همچین کاری بزنن، بعد دیگه واقعا ساختار وجودی خودشون زیر سوال خواهد رفت. اسرائیل هیچ گونه شک و شبهه‌ای در زمینه این که بخواد مقابله به مثل بکنه نداره و این رو هم میدونه که در سراسر دنیا یارانش به یاریش خواهند شتافت. اما مسئله‌ای که اینجا وجود داره این هست که همین الان هم حزب الله در بیانیه خودش اعلام کرده که ما به مناطق نظامی حمله کردیم و حتی میدونستیم که پهپادهای ما رو چگونه بررسی و هدفگیری بکنیم که بتونه به مناطق نظامی برسه و به اون مناطقی که توسط اون گنبد آهنین حمایت میشه و حفاظت میشه برخورد نکنه. پس خود اینها هم خوب میدونن که اگر به مناطق غیر نظامی بخوان حمله بکنن، بعد پاسخ بسیار سهمگینی در انتظارشون خواهد بود و اون واقعا میتونه منجر به یک جنگ تمام عیار بشه. به خلی گفته شده که حملات اسرائیل علیه حزب الله لبنان در ساعت گذشته به خاطر جابجایی موشک‌های حزب الله بوده که آماده می‌شده به اسرائیل حمله بکنه. هدف حزب الله چه بوده از این حملات احتمالی؟ خدمتتون درود می‌فرستم خانم کیانگیامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. به نظر من میرسه که هدف حزب الله نه تنها انتقام گیری بوده، بلکه به نوعی میشه گفت تا
تحت فشار قرار دادن اسرائیلی ها از نظر روانی هست بیش از هر چیز دیگری، برای اینکه همونجوری که حضرت علی اشاره فرمودید، خود اسرائیلی ها هم به این اشاره کردن که این هفته هفته بسیار حساسی هست در مورد مذاکراتی که الان داره در قاهره صورت میگیره برای آتش بس، و حضور حماس هم فقط یک حضور به صورت ناظر هست، نه به صورت حداقل مشارکت با حضور میانجیگران مصری و قطری. بنابراین به نظر میرسه که حزب الله و اصولا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همون سیاست قدیمی رو که معمولا در 20 سال گذشته در پیش گرفتن، که حتی وقتی که در حال مذاکره بودن، حالا برای آزادی گروگان‌ها بوده یا برای متوقف کردن منازعه‌ای که بین هر کدوم از این نیروهای نیابتی و اسرائیل در جریان داشته، سعی کردن همیشه یک جوری درجه حرارت رو بالا ببرن، تشنج و تنش رو بیشتر بکنن که برای فکر خودشون، در واقع به خیال خودشون، دست بالا رو در مذاکراتی که در حال انجام هست داشته باشن. ولی معمولا نتیجه‌ای که گرفتن به نظر من همیشه برعکس بوده، و حضور نظامی ایالات متحده هم نشون دهنده این هستش که احتمالاً برخلاف اون چیزی که حتی خود اسرائیلی‌ها اعلام کردن، یک هماهنگی بین همه این نیروهای نیابتی وجود داره برای حمله به اسرائیل. حالا در تازه‌ترین خبرها حزب الله در بیانیه اعلام کرده که در واکنش به اقدام اسرائیل در کشتن فؤاد شکر، فرمانده ارشدش، حملات تلافی جویان گسترده‌ای رو به اسرائیل آغاز کرده با پرتاب تعداد زیادی راکت و پهپاد. این در صورتی که حزب الله قبلا گفته بود که عملات تلافی جویانش رو به تعویق خواهد انداخت، به خاطر اینکه نمیخواد مقصر شناخته بشه در مذاکرات صلح و صلح احتمالی که امکان داره در پی مذاکرات وجود داشته باشه. اما میدونیم که اسرائیل گفته که قبل از اینکه این حملات رو انجام بده با آمریکا هماهنگ کرده. از طرفی میدونیم آمریکا تجهیزات نظامیش رو همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه مستقر کرده. به باور شما واکنش آمریکا به حمله احتمالی جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتیش به اسرائیل چه خواهد بود؟ بعد این واکنش ایالات متحده آمریکا واکنش خیلی شدیدتری خواهد بود، هرچند که دولت آقای بایدن سعی خواهد کرد تا اونجایی که ممکن هست پای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مستقیم به این در واقع پاسخ شدیدی که ایالات متحده خواهد داد، که احتمال خیلی زیاد حوثی‌ها و حزب الله لبنان هدفش خواهند بود، کشیده نشه. ولی به نظر من هر چقدر هم که آقای بایدن تلاش بکنه که این قضیه به اون چیزی که معمولا بهش میگن سورپرایز ماه اکتبر، یعنی وقایع غیر منتظره ای که ممکنه تا ماه اکتبر اتفاق بیفته در سال کارزار انتخابات ریاست جمهوری، در سیاست خارجی یا در منازعات خارجی بین ایالات متحده و دیگر کشورها که به نوعی تأثیر بذاره روی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بقیده من آقای بایدن موفق نخواهند شد. و احتمالاً اگر جمهوری اسلامی، برای اینکه سپاه پاسداران به هیچ اصلی از اصول و قواعد بین‌المللی در واقع باور نداره و پایبند نیست، درگیر بشه، این احتمال وجود داره که ایالات متحده آمریکا ناچار بشه، همونجوری که پرزیدنت ریگان در سال آخر جنگ ایران و عراق به نوعی برخی هدف‌ها رو در خلیج فارس در مورد جمهوری اسلامی هدف قرار داد، باشون در واقع برخورد بکنه، با جمهوری اسلامی برخورد بکنه. من فقط این رو عرض بکنم خدمتتون که در سال 1980 که 53 گروگان آمریکایی گروگان بودن به وسیله دانشجویان پیرو خط امام، پرزیدنت کارتر یه اشتباه کرد و سعی کرد با یک عملیات نصف نیمه از طریق صحرای طبس نیروهای آمریکایی رو وارد بکنه، و چون این عملیات درست انجام نشد و با در واقع با اون شدتی که باید انجام نشد، شکست خورد و باعث شد نهایتاً آبروی پرزیدنت کارتر بره و پرزیدنت کارتر اون انتخابات رو با آقای ریگان نهایتاً ببازه. من فکر نمی‌کنم که آقای بایدن در این شرایط حاضر باشه چون این قماری بکنه، و اگر قرار باشه که پای جمهوری اسلامی واز بشه به این مسائل، پاسخی که ایالات متحده آمریکا خواهد داد بسیار شدید خواهد.
مقام های آمریکایی، علی حسین و اسرائیلی هشدار دادن به جمهوری اسلامی که وارد این جنگ نشه. فکر می‌کنی اصلا اراده و جرأتی از سوی جمهوری اسلامی وجود داره که بخواد وارد بشه؟ ببینید، این در واقع واکنشی که اسرائیل الان به حزب الله نشون داد به نظر من بسیار بسیار سران جمهوری اسلامی رو به فکر فرو برد. اونا انتظار داشتن که اسرائیل پاسخ حمله حزب الله رو بده، اما شاید انتظار نمی‌رفت که به این سطح وسیع پیش از حمله بخش عظیمی از توان موشکی حزب الله رو در این حمله نابود بکنن. الان در واقع مشخص میشه که تفاوت زیادی وجود داره بین داشتن موشک و قابلیت استفاده از موشک. شما در یک جنگ واقعی جمهوری اسلامی نخواهد تونست که از همه ظرفیت موشکی و پهپادی که حتی در اختیار داره استفاده بکنه. در حملاتی که در واقع به وعده صادق گذاشتند به راحتی موشکاشونو بردن سر لانچر سبکی پرتاب موشک و شلیک کردن. خب اسرائیل اونجا در واقع یک جنگ واقعی نبود که بخواد پیش از اون حمله بکنه، اما در یک جنگ واقعی این شکل نخواهد بود و در واقع بخشی از توان نظامی شما قبل از اینکه اصلا از اون سایت موشکی به سبکی پرتاب موشک منتقل بشه از بین خواهد رفت. و این توانایی عظیمی که اسرائیل نشون داد در این حمله که 100 جنگنده موشک‌های اصلی حزب الله رو که به سمت اهداف مهم قرار بود شلیک بشن همه رو از بین برد، در واقع یک پیام خیلی مهمی برای جمهوری اسلامی هست که به این راحتی‌ها وارد درگیری با اسرائیل نشه. اگر واقعاً به انتظار نشسته بود تا این تقابل حزب الله و اسرائیل رو ببینه و ارزیابی کنه که باید چه کار کرد، اگر عقلانیتی ذره عقلانیت امروز در تهران باشه، فکر می‌کنم از حمله به اسرائیل منصرف خواهند شد. حالا تو این 4-5 ساعتی که گذشته از آغاز حملات به شکل محدودی میبینی که رسانه‌های جمهوری اسلامی این تقابل رو پوشش بدن، فکر می‌کنی دلیلش چیه؟ ببینید، در پس از اینکه این اتفاق از صبح امروز شروع شد، تمام رسانه‌های جهان یک تیتر زدند، رسانه جمهوری اسلامی اصلا هیچ چیز دیگه نوشت. تیتر اول رسانه‌های جهان حمله وسیع پیشگیرانه اسرائیل بود به حزب الله و نابودی بخش عظیمی از اون تدارکی که حزب الله لبنان برای حمله به جمهوری اسلامی. اصلا این قسمت رو رسانه‌های جمهوری اسلامی کلاً نادیده گرفتن، یعنی اصلا هیچ چیز در مورد این حمله وسیع اسرائیل به هزاران سکوی پرتاب موشک در واقع حزب الله رو اصلا خبرش منتشر نکردن و فقط در اون سمت گفتن که حزب الله حملاتش انجام داده. البته ساعت قبل از این حمله کانال های سپاه پاسداران رجزخوانی هاشون رو بسیار وسیع آغاز کرده بودند، اما بعد از اینکه این اتفاق افتاد اونها یکی یکی پستاشون رو پاک کردند و همین حمله حزب الله رو هم به شکل محدود در واقع منتشر کردند و رفتن سمت پیاده روی اربعین و کلا سعی کردند که این خبر رو خیلی بهش نپردازند. در واقع این حمله ای که اصطلاحا قرار بود فتح خیبر بشه عملا به کربلای 4 آقای محسن رضایی تبدیل شد و اون چیزی که انتظار می‌رفت در واقع رخ نداد. حالا این که در ادامه چه واکنش دیگری حزب الله نشون بده خیلی مهمه، ولی این تصویری که اسرائیل از در واقع پیشگیری پیش از حمله نشون داد، من فکر می‌کنم هم حزب الله لبنان و هم جمهوری اسلامی رو به فکر وامی داره که شاید همینجا باید قصه رو متوقف کنه. روح‌الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی از ترکیه همراه ما هستم. به نظر شما چه رسانه‌های جمهوری اسلامی به این شکل محدود به حملات متقابل اسرائیل و حزب الله پرداختن و این حمله وسیع و پیشگیرانه اسرائیل رو به نوعی نادیده گرفتن در گزارش‌های خودشون؟ درود بر شما و بینندگان محترم. ببینید، خب یکی از دلایل اصلیش اینه که اینا این سمت ماجرا هستن دیگه، یعنی اساساً بعد از ترور هنیه در تهران که حدود الان 24-5 روز ازش داره میگذره و هیچ اقدام خاصی از سمت جمهوری اسلامی و آنچه که جمهوری اسلامی اون رو محور مقاومت میدونه اتفاق نیفتاده، الان اگر قرار باشه که رسانه‌های داخل کشور هم مسئله حمله گسترده جنگنده‌های اسرائیل رو پوشش بدن که در واقع شکست بعد از شکست رو دارن در واقع توجیه میکنن یا نشون میدن یا تبلیغ میکنن، طبیعتا نمیرن سراغ این و اینها حداقل اتفاق مثبتی که برای خودشون، یعنی منظور رسانه‌های داخل کشور هست، حداقل اتفاق مثبتی که برای اونها افتاده این هست که در پاسخ به
حمله جنگنده‌های اسرائیلی، حزب الله 2300 تا راکت و پهپاد و اینها رو تونسته پرتاب بکنه و الان خط خبری و تحلیلی که در داخل جمهوری اسلامی داره در واقع ارائه میشه بر روی همین حمله استوار هست. این وضعیت رو خود حزب الله هم در یک شرایط تبلیغاتی عملیاتی برای تلافی کشته شدن فؤاد شکر مطرح میکنه، در حالی که خب احتمالا برنامه یک چیز دیگری بوده که آنچه که در رسانه ها و محافل مختلف الان داره مطرح میشه و منجر به حمله جنگنده های اسرائیل شده. بنابراین تنها دستاوردی که رسانه های داخلی جمهوری اسلامی از جمله رسانه های متعلق به سپاه الان دارند همین حدود 300 تا کاتیوشا و راکتی هست که حزب الله بعد از حمله جنگنده ها پرتاب کرده به شمال اسرائیل و این رو به عنوان دستاورد یا به عنوان پیروزی دارن قلمداد میکنند و اعلام میکنند، در حالی که اساساً این اتفاق نه پیروزی محسوب میشه نه در واقع دستاورد خاصی هست و صرفاً میتونه یک زنگ خطر برای اسرائیل محسوب بشه و غیر از این هیچ ارزش دیگه اصطلاحاً نداره. همزمان مقام های آمریکا و اسرائیل هم به طور مداوم به جمهوری اسلامی هشدار میدن که به فکر ورود به این درگیری نباشه. آیا در جمهوری اسلامی اراده ای برای در واقع وارد شدن به این جنگ دیده میشه به نظرتون؟ خب همونطور که عرض کردم حدود 25 روز از کشته شدن هنیه میگذره، هنوز جمهوری اسلامی کار خاصی انجام نداده علی‌رغم ادعاهایی که شد در خصوص انتقام، کلیدواژه خونخواهی و اینجور موضوعات، هنوز کار خاصی توسط جمهوری اسلامی انجام نشده. در نتیجه ممکن هست که جمهوری اسلامی چنین وضعیتی رو به عنوان یک اهرم فشار برای خودش در نظر گرفته باشه و هر آن بخواد از اون استفاده کنه تا تنش‌ها در منطقه افزایش پیدا بکنه. از سمت دیگه با توجه به مذاکراتی که ما بین ایران و برخی از کشورهای منطقه انجام شد، به هر حال جمهوری اسلامی ظاهراً مطرح کرده بود که مسئله عملیات تلافی جویانه خودش رو مرتبط دانسته بود با نتایج مذاکراتی که در دوحه و الان در مصر قراره اتفاق بیفته و خب این یعنی این که جمهوری اسلامی سعی میکنه از ابزار احتمال حمله به عنوان اهرمی برای فشار آوردن به اون مذاکره ها استفاده کنه. در نتیجه جمهوری اسلامی به احتمال زیاد فعلا در روزهای اخیر که مذاکره ها در قاهره مصر ادامه پیدا خواهد کرد احتمالاً چنین تصمیمی نداشته باشه، ورود نکنه، اما همچنان از برگی که به عنوان احتمال حمله هست برای فشار آوردن به طرف های مذاکره کننده استفاده خواهد کرد. اشکان صفایی از اورشلیم با ماست برای پرداختن به آخرین جزئیات اخبار. اشکان، خب بذار از همین نشست کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل شروع کنم که صبح امروز برگزار شد. بنیامین نتانیاهو در صحبتی که در آغاز نشست کابینه سیاسی امنیتی داشت اشاره کرد به اینکه بامداد امروز اسرائیل اطلاعات دقیقی به دست آورد که حزب الله قصد داره یک حمله قریب الوقوعی به این کشور بکنه و او به همراه وزیر دفاع و رئیس استاد کل ارتش مشترکاً تصمیم گرفتند که هم دست به حمله پیشگیرانه بذارند و فرمان چنین حمله ای رو به ارتش دادن و از اون زمان تا اون زمانی که خود نتانیاهو این بیانیه این صحبت ها رو کرد، ارتش اسرائیل در حال خونسا کردن تهدیدها از سوی حزب الله لبنان بوده و گفت که در واقع هر تهدیدی رو ارتش اسرائیل خونسا میکنه، چه از طریق دفاع و چه از طریق حمله. اما باید گفت که اگرچه اون حالا حمله پیشگیرانه صبح به نوعی شاید به پایان رسید اون مرحله گسترده‌اش، اما حملات هنوز ادامه داره. سخنگوی ارتش اسرائیل همین دقایق پیش دوباره یک بیانیه منتشر کرد و گفت که در یک ساعت گذشته هم حملات ارتش اسرائیل برای خونسا کردن تهدیدهای حزب الله از جمله در واقع تهدید به حملات راکتی علیه این کشور در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته. حملاتی که به نظر میاد در جنوب لبنان 4 نفر در جریان اونها کشته شدن بر اساس گزارش‌های مختلف، وقتی کنار هم می‌ذاریم شماره
کشته شده ها رو. از اون طرف خب ارتش اسرائیل میگه 240 راکت و پهپاد حزب الله موفق شدن وارد آسمان اسرائیل بشن. خود حزب الله میگه بیش از 320 راکت و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده، گفته به سمت اهداف استراتژیک 11 در واقع پادگان و پایگاه نظامی رو هم اس برده. اون چیزی که از گزارش ها برمیاد این هست که حزب الله قصد داشته به اهداف استراتژیکی در مرکز اسرائیل حمله کنه، از جمله وزارت دفاع احتمالاً و پادگان گلیلود که مرکز موساد و واحد 8200 ارتش اسرائیل در اون هست. باید گفت که رسانه‌های اسرائیلی میگن شماری از پهپادهای حزب الله هم که در راه مرکز اسرائیل تلاوی و حومه اون بودند بر روی دریا رهگیری و سرنگون شدن در همون در واقع عملیات بامداد امروز. جاودان، بر پرسش اصلی این ساعت نخست درگیری این است که ابعاد این جنگ در چه حد گسترش پیدا میکنه؟ آیا در همین حد باقی میمونه؟ آیا در هیچ کدام از دو سمت قصدی برای گسترش این جنگ و تبدیل کردن اون به یک جنگ تمام عیار میتونه وجود داشته باشه؟ ببینید، چیزی که خیلی جالبه اینه که هر دو طرف میگن که ما نمیخوایم جنگ تمام عیار بشه. حزب الله میگه که نمیخوایم ما جنگ تمام عیار بشه. ولی بر اساس همین گزارش‌هایی که چاپ شده در مطبوعات اسرائیل، حزب الله میخواست به قصد داشت که بیشتر از 1000 موشک و پهپاد به صدها هدف در اسرائیل حمله بکنه. ببخشید، اگه این جنگ نیست پس جنگ چیه؟ وقتی که اونا قصد داشتن به صدها هدف مختلف در شهر در نظامی و استراتژیک، در اهداف استراتژیک یعنی چی؟ یعنی نیروگاه های برق، یعنی پالایشگاه های نفت، و حزب الله قصد داشته به شهر تل‌آویو هم موشک پرتاب بکنه به نقل روزنامه مریب اسرائیل. پس اگه این جنگ نیست جنگ چیه؟ بله، جنگ میتونه خیلی بیشتر شدتش بالاتر باشه، ولی همین هم الان جنگه. بله، حمله ای که اسرائیل کرد، حمله مانعی که اسرائیل کرد، این بزرگترین حمله مانع هستش بعد از جنگ 6 روزه. در اون جنگ 6 روزه اسرائیل میدونست که ساعت 7 صبح نیروی هوایی مصر میخواست به اسرائیل حمله بکنه. اگر اشتباه نکنم ساعت 5 صبح حمله کرد، صدها هواپیمای جنگی مصر رو روی باندهای فرودگاه نظامی مصر از بین برد و این توانایی مصر رو کاملا برای شروع حمله کاملا به شدت ضعیف کرد. الان هم مسئله همین است. حزب الله اگه کاری که میکرد، اگه واقعا موفق میشد این موشک ها رو حمله بکنه به این همه، به تعداد بسیار زیادی که به صدها اهداف نظامی و استراتژیک، جنگ میتونست خیلی بالاتر باشه آهنگش و شدتش. ولی همین الان ما در جنگ هستیم. خب یعنی اگر که این جنگ گسترش پیدا بکنه، آیا اسرائیل، حالا شما به جنگ 6 روزه اشاره کردید، اسرائیل برای جنگ بزرگ مثل جنگ 33 روزه آماده است؟ به نظر من بله. بهتون بگم چرا. چون بعد از اینکه حزب الله، بعد از اینکه حماس حمله کرد روز 7 اکتبر، بر اساس گزارش‌های اسرائیلی، اسرائیل در هواپیماش حاضر بودن، در راه بودن که حمله بکنن به اهداف در لبنان، و این آقای بایدن بود که جلوی حمله رو گرفت، و بعضی هم در اسرائیل اتفاقا موافق هستن، میگن که اون وقت وقتش نبود. ولی اگه اون وقت اسرائیل حاضر بود، صدها هواپیما داشتن می‌خواستن بفرستن برای نابودی موشک های اسرائیل، پس معلومه که اسرائیل حاضر هستش برای این جنگ. ولی یک دلیل دیگه من واسه به شما میگم چرا اسرائیل این حمله رو انجام داد، مذاکرات با حماس. آقای سینوار مکس کرده و میدونیم که نمیخواد فعلا به یک توافقی برسه، چون منتظر است که حزب الله حملات وسیعی، منتظر بود، مطمئنم هنوز هم هست، که حملات وسیعی علیه اسرائیل انجام بده برای کمک به حماس، و بعد جمهوری اسلامی وارد جنگ و حملات وسیع علیه اسرائیل انجام بده که اون هم کمک بکنه به حماس، و بعد آقای سینوار بتونه از این استفاده بکنه برای قوی کردن بازوی خودش در مذاکرات، برای افزایش قدرت چانه‌زنیش در مذاکرات با اسرائیل. و پس یک دلیل دیگه هم که الان به نظر میاد که اسرائیل حمله رو کرد، نه فقط برای جلوگیری از حمله گسترده حزب الله که این بزرگترین هدف اسرائیل بود، بلکه برای اینکه آقای سینوار نتونه از این مسائل سوء استفاده بکنه، برای اینکه بخواد موزه سختگیری ادامه بده در مذاکرات در مورد حماس. این حملات امروز در نتیجه نه فقط رابطه دارن با لبنان، بلکه رابطه دارن با جنگ کنونی در غزه. بخش عظیمی از حمله طراحی شده حزب الله
پیش از اینکه وقوع به پیونده از سوی اسرائیلی‌ها نابود شد، این به نظر شما پاسخیه که در انتقام کشته شدن فواد شوکت انجام شده برای این گروه میتونه راضی کننده باشه؟ از تبلیغات حزب الله چنین برمیآید که گویا حزب الله موفق شده و گفته که این مرحله اول عملیاتمون تمام شده، تمام سایت های حزب الله رو که شما دنبال میکنید، تمام کانال های خبری عربی که به حزب الله نزدیکن دنبال میکنید، همه چنین بانمود میکنن که گویا حزب الله پیروز شده. ولی واقعیت این است که اسرائیل و آمریکا از دیشب، یعنی از غروب دیروز، مطلع بودند که حزب الله دست به کاری خواهد زد و این نشان از توافق اطلاعاتی اسرائیل بر حزب الله است. میدونستند که حزب الله تصمیم داره امروز حمله بکنه و همین علت هم هست که رئیس ستاد ارتش آمریکا به اسرائیل رفته بود دیشب و از دیشب تا حالا اونجا هست، برای اینکه نمیدونست که یا نمیشه تشخیص داد که به هر حال دامنه این مسئله به کجا خواهد انجامید، به اونجا رفته بوده برای آمادگی که اگر اتفاق بسیار بزرگی افتاد همونجور که آمریکا قول داده وارد عمل بشه. ولی اینها پیشگیری کردن، اسرائیل پیشگیری کرده و 100 هواپیما، اونجوری که منابع اطلاعاتی غربی میگن، 100 هواپیمای اسرائیلی پرواز کرده و تقریبا 10,000 راکت حزب الله رو نابود کرده. و به خود اسرائیل هم میگه این یه حمله پیشگیرانه ای بوده که ما جلوی حمله حزب الله رو گرفتیم. در این حال حزب الله موفق شده 320 پرتابه، یعنی موشک، کاتیوشا و غیره رو پرتاب بکنه. همونطور که خبرنگار گفت، مدعی هم شده که به بعضی از جاها زده، ولی واقعیت این هست که ما هنوز نه خبر موثقی از تلفات جانی به دستمون رسیده، نه خبر موثقی از اینکه به جای مهمی برخورد کردن اینها به دستمون رسیده. ما در واقعیت در برابر دو تا طرف قرار داریم. یک طرف هست که با تبلیغات زندگی میکنه، از نظر تبلیغاتی داره به اصطلاح طرفدارانش رو نگه میداره، یک طرف هم داره عملی انجام میده این کار رو. اسرائیل ظاهرا عملا موفق شده جلوی حزب الله رو بگیره، حزب الله هم در تبلیغاتش اظهار پیروزی میکنه. جناب سرزاده، همزمان با صحبت‌های شما بینندگان تصاویر زنده از بیروت و همچنین شمال اسرائیل رو هم میبینن، مرزش با لبنان. سوال بعدی من از شما این هست که تصور شما چه هست؟ فکر میکنین دو طرف این درگیری دیگه خواستار گسترش نیستن، در همین حد این درگیری رو نگه میدارند و متوقف خواهند کرد، یا اینکه باید شاهد موج دیگری از حملات انتقام جویانه حزب الله و یا احیانا جمهوری اسلامی باشیم؟ تمام نشانه ها این است که در اینجا تمام شده. لااقل حزب الله اینو میگه که انتقام فواد شوکری رو گرفته و همونجوری هم خبرنگارتون گفت، اصلا حزب الله اعتقادی به گسترش جنگ نداره و میدونه عواقبش چیه. جمهوری اسلامی هم نمیتونه و نمیخواد که وارد این مشاجره بشه، چون امکانات نظامیش رو نداره، پشتیبانی مردم رو نداره و به همین علت هست که همیشه صحبت از حق میکنه، ولی اینکه این حق کی متحقق خواهد شد بیان نمیکنه. آمریکا هم آمده در منطقه و صراحتاً گفته که از اول هم گفت، یعنی از اول 7 اکتبر این مسئله رو بیان کرد که ما در اینجا حضور داریم برای اینکه نگذاریم از خارج از اسرائیل به اصطلاح حمله‌ای به اسرائیل بشه، و مشخصاً هم آدرسش حزب الله بود و آدرس جمهوری اسلامی بود و این خیلی خیلی به اصطلاح سمبولیک هست. نمادش خیلی بزرگی که از دیشب، از غروب دیشب، رئیس ستاد ارتش آمریکا در اسرائیل بوده، یعنی اینکه نشون بده که ما اینجا هستیم. اگر خواست دامنه این داستان طوری بشه که از کنترل خارج بشه، آمریکا وارد جنگ خواهد شد. بنابراین من فکر نمی کنم، نه حزب الله، چون حزب الله میدونه که اکثریت مردم لبنان نمیخوان چنین جنگی رو، نه حزب الله میخواد، نه ایران میخواد و نه اسرائیل میخواد. اسرائیل هم فعلا با همین استراتژی که داره میگه من دارم به اهدافم میرسم، یعنی داره به صورت هدفمند کادرهای حزب الله رو میزنه
در غزه هم که میبینید داره چی کار میکنه. فکر میکنم حزب الله اسرائیل هم موافق باشه که با یه جنگ وسیع با ایران یا با حزب الله درگیر بشه. به نظر شما آیا هیچ کدوم از دو طرف قصدی برای گسترش جنگ و تبدیل کردن این درگیری ها به یک جنگ تمام عیار منطقه رو دارند؟ ببینید به نظر نمیرسه که این قصد رو داشته باشن که وارد یک جنگ تمام عیار بشن به صورت اصولی و تمام تلاششون هم میکنن که اون درگیری ها و تنش ها زیر آستانه جنگ باقی بمونه. ولی خب به هر حال ما یک چیزی داریم به نام اشتباه محاسباتی، ممکنه بر اثر این اتفاقا جنگ تمام عیار رخ بده، ولی به خصوص اگر مذاکرات آشکارش هم شکست بخوره در قاهره. ولی من اینجا صورت مسئله رو در رابطه با اون چیزی که امروز رخ داده یه بار دیگه تکرار بکنم. ببینید حزب الله می‌خواست با بیش از 1000 موشک و پهباد به اسرائیل حمله بکنه در فاز اول اون چیزی که خونخواهی فواد شکر نامیده بودن. قرار بوده که طبق گزارش‌ها حمله اصلی با پهباد و موشک ساعت 5 صبح امروز به وقت محلی انجام بشه، ولی حدود 100 جنگنده اسرائیلی حدود نیم ساعت یک رو قبل از حمله اصلی حزب الله دست به حمله پیشگیرانه میزنن، به لانچرهای پرتاب موشک و پهباد حمله میکنن، به اونها آسیب میزنن و بعد از اون بوده، یعنی بعد از حمله پیشگیرانه اسرائیل که حزب الله اقدام به شلیک 300 و بیش از 320 کاتیوشا و پهباد میکنه به 11 مرکز نظامی. یعنی اینجا اسرائیل تونسته که از طریق حمله پیشگیرانه دفع بکنه حمله اصلی حزب الله رو. ولی نکته اصلی این هستش که به نظر من اقدامی که حزب الله انجام داده اقدامی هستش که نباید به سادگی ازش گذشت. به نظر من حزب الله با توجه به اینکه می‌خواست حملات بزرگی انجام بده یک پله از نردبان تنش بالاتر رفته، یک پله خطرناک هم بالاتر رفته، هرچند دارن تلاش میکنن که زیر آستانه جنگ تمام عیار باشه. ولی آنچه که حزب الله امروز نشون داده در فاز اول حملات خودش نشون میده که پتانسیل وجود داره که بخواد یک جنگ بزرگی رخ بده و حزب الله الان داره از این فرصت استفاده میکنه که چون مذاکرات در قاهره در جریان هست هم یک عملیات جنگ روانی رو بندازه، هم نگران است از اینکه مرکز ثقل نبردها به سمت جبهه شمال متمرکز بشه و البته از طریق تشدید تنش به صورت پلکانی اعمال فشار بکنه روی اسرائیل در میز مذاکره که امتیاز بدن به حماس که بلکه آتش‌بسی برقرار بشه. خب اگر اینطوری که شما میفرمایید این جنگ گسترش پیدا بکنه، بعد فکر میکنید که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ هنوز به صورت دقیق مشخص نیستش که حتما در واقع ما به سمت جنگ تمام عیار میریم، ولی نکته کلیدی من این هستش که به هر حال ممکنه جایی که اشتباه محاسباتی رخ بده، یعنی در نتیجه حملات حزب الله یک غیر نظامی اسرائیلی کشته بشه یا یک مرکز نظامی که بسیار بسیار حساس هست رو حزب الله بزنه، بنابراین اون موقع اسرائیل واکنش به مراتب جدی‌تری نشون خواهد داد، هرچند که تمایل نداره که وارد جنگ تمام عیار بشه. و البته اسرائیل یک نگرانی امنیتی بسیار جدی و تقریبا میشه گفت مهم و پایدار داره، اونی که باید بتونه که یک منطقه حائلی در جنوب لبنان ایجاد بکنه که اون 80,000 سکنه خودش رو برگردونه مناطق شمالی، اینا از تیرس حملات حزب الله در امان باشن. بنابراین مجبور اسرائیل در یک مرحله وارد جنگ نسبتا فراگیرتر بشه، مگر اینکه حزب الله علاوه دیپلماتیک در واقع تمکین بکنه و امتیاز بده که اونم خیلی 100% بعید نیست. ولی اگر یک جنگی رخ بده فراگیرتر، حالا بر اثر اشتباه محاسباتی یا هر چیز دیگه‌ای، به خاطر اینکه حالا جمهوری اسلامی میخواد انتقام خون کشته شدن هنیه رو بگیره، مقامات اسرائیلی گفتن که از جایی که ضربه بخورن به همون جا ضربه میزنن و اگر جمهوری اسلامی بخواد بپیونده به حزب الله و حملات بزرگتری انجام بدن، بازی خیلی خطرناکی انجام بدن، جمهوری اسلامی میدونه که اسرائیل جوابش در تهران خواهد بود، در خاک ایران خواهد بود به احتمال زیاد. اینم در آخر اشاره بکنم، موضع آمریکا بسیار مهمه، الان دارن تلاش میکنن که مذاکرات آتش‌بس به جایی برسه که دیگه این شاهد درگیری نباشیم، ولی هیچ گارانتی وجود نداره. اگر آمریکا موضع‌گیری خیلی جدی نشون بده به جمهوری اسلامی، به لحاظ لفظی تهدید نظامی معتبر رو متوجه جمهوری اسلامی بکنه حتی به صورت لفظی، به نظر من این هم یکی از راه‌هایی هستش که جمهوری اسلامی عقب میشینه.